به نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون به خوش آمدید. امروز جمعه 24 دل و 1399 خورشیدی است. نخواستن سرخط چند خبر ماهیم. خواست شماری از کارمندان ادارات حکومتی در جوزجان برای برقراری صلح در کشور. کشته و زخمی شدن 18 تن از افراد طالبان در ولایت فاریاب. و به پایان رسیدن تحقیقات کارشناسان درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا در ووهان چین. شماری از کارمندان ادارات دولتی در ولایت جوزجان با راه اندازی یک برنامه خواستار برقراری صلح در کشور و بیشتر شدن وحدت در بین مردم تاکید کردند. میرویس عبدالی رئیس اقوام و قبایل ولایت جوزجان میگوید از جنگ های چندین ساله تمام باشندگان کشور متضرر شدند. این در حالی است که با جریان گفتگوهای صلح در قطر، درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در چندین ولایت کشور جریان دارد. منصوبین اداره محیط زیست، ریاست سرحدات قبایل و گروه زنان ولایتی صلح تأمین امنیت و صلح همشمول را در کشور ملتزم کار همگانی مردم عنوان می کنند. آنها در حالی روی این مسائل تاکید ورزیدند که در ریاست سرحدات و قبایل به خاطر وحدت ملی میان مردم دادخواهی برای صلح و سرسبزی برنامه‌ای برای انداخته بودند. میرویس عبدالی رئیس سرحدات و قبایل می گوید ما از سالیان دراز در کشور خود پدیده جنگ را تجربه می کنیم و از آن تمام عرصه های حیات اجتماعی صدمه دیده است. اکنون وقت آن رسیده تا کارهای همگانی را از خانواده، دهات و محلات زیست خود آغاز نموده این حلقه را گسترش دهیم تا زمینه برای پذیرش اصل صلح خواهی در اجتماع مساعد گردد. خدای مشت عمل که چه تاسو صلح بخیم نن زمور دو ورونو پا منس کی جنگ روان دهی ده دی جنگ دواره مسلمانان هم دی اوزان تم یو پا بلا مسلمان هم وای نو دا جنگ پس بانده دهی دا جنگ دا فردویو تا پلشو جنگ دهی دا دا افغانانو جنگ ندهی دا زمور جنگ ندهی دا پا مربانی تا پلشو جنگ دهی دا جنگ دا نورو دا گرچو دا پار دهی دا جنگ دا نورو دا ملوکتونو دا گرچو دا پار دهی کچیر زمور وطن از مور تاسو گران وطن افغانستان کی امن او سول راشی نو تاسو باور بکی مور با دنیا دا ملکون یو شایستا او شکولی آباد سر لوڑی پی ترکی آفتا و پیش رفتا ملک بلرو تاسو دا بیتر دا تاسو دا بیتر معلوم دا چی زمور بدبختان ویم چی زمور تاسو امسایگان حتی که مسلمانان هم دی مسلمان اسلامی کشورون دی اسلامی وادو دی نواری چی خزمور پا گران وطن افغانستان کسور دراسی. شماری از باشنده های این ولایت که در این برنامه حضور داشتند در مورد صلح و مزایای آن صحبت نموده صلح را نیاز اصلی جامعه دانستند. بر صلح اساس تحکم صلح ایثار و فداکارلیق دارد. زمانی که بز در ایثار و فداکارلیق قلمسای علمالر، معاصرین سفیرلر، جوانلر، آپاسینگلر ملت دولت همه سی زمانی که فداکارلیق قلمسه او وقت صلح کلمیده. اگر زمانی که بز در فداکارلیق قلدی اوشا وقت که جامعه اگه صلح گلده. ایک کلمچی صلح قچان گلده. ایک کلمچی صلح جامعه اگه احساس مسئولیت قلسه مسئولیت تانسه ایمام نمه مسئولیت بار رئیس نمه مسئولیت بار جامعه مدنی نمه مسئولیت بار آپرار نمه مسئولیت بار دولت نمه مسئولیت بار ملت نمه مسئولیت بار زمانی که بز در مسئولیت بز تانه سعی او وقت صلح کلد بارم باید احترام کنن شایر تفاوت دارن از ما دیدگاهشان عقایدشان تفاوت دارن ولی انسان هستن ما هیچگاه نمیتونیم بختی در کشور ما هست به دلیل ازی است که ما صدای خود بلند نکردیم ما آرام شیشتیم و هیچ
گام بر نداشتیم. شکایت کردن ما جایی را نمیگیره. این برنامه در حالی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دایر گردید که در این اواخر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی نیز برنامه های صلح‌خواهی را اندازی کردند. در یک حمله هوایی نیروهای هوایی کشور در ولایت سرپل نزدیک به 20 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی در ولسوالی سوز مقله ولایت سرپل بالای یک تجمع طالبان ضربات هوایی را انجام دادند که در نتیجه 8 تن از افراد طالبان کشته شده و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت سرپل 19 طالب مسلح کشته و زخمی شده است. قلاردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید روز گذشته حوالی ساعت 10 قبل از ظهر نیروهای هوایی کشور بالای یک تجمع گروه طالبان مسلح در منطقه فیض‌آباد ولسوالی سوز مقله ولایت سرپل حمله هوایی را انجام دادند که در نتیجه این حمله هوایی 8 طالب مسلح کشته شده و 11 تن دیگرشان زخم برداشته است. به گفته این خبرنامه در این رویداد به مردم ملکی آسیب نرسیده است. این در حالی است که نیروهای هوایی کشور روز گذشته 2 حمله هدفمند را بالای 2 قرارگاه گروه طالبان مسلح در ولایت بلخ نیز انجام دادند که در نتیجه این حمله 56 طالب مسلح کشته شده است. حملات گروه طالبان مسلح در این اواخر در ولایت سرپل گسترش یافته است که مردم این ولایت از افزایش حملات گروه طالبان مسلح در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. در پی حمله هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولایت فاریاب 18 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید نیروهای هوایی کشور در ولسوالی قیصار بالای طالبان یک ضربه هوایی را انجام دادند که در نتیجه 10 تن از افراد طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. در پی حملات هوایی نیروهای افغان در ولایت فاریاب برای طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. قلی‌اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید روز گذشته در منطقه چلگزی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نیروهای هوایی کشور بالای طالبان مسلح حملات هوایی انجام داد که در نتیجه این حملات 10 تن طالب مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشته است. به گفته خبرنامه در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح در مورد این رویداد به رسانه ها چیزی نگفته است. در حالی که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بیش از 4 ماه می شود در دوحه قطر جریان دارد. اما این گفتگوها نه تنها بر روند جنگ در کشور تأثیر داشته است، در حالی که سطح افزایش نامنی ها به بلندترین گراف در کشور رسیده است. از این میان ترورهای هدفمند و حملات طالبان در سراسر کشور به شدت افزایش یافته است. خبرهای ورزشی را همکارم اسام دین ایدری تقدیمتان میکند. سلام و وقت بخیر. به خبرهای ورزشی این ساعت با من احسام الدین حیدری از تلویزیون بیک خوش آمدید. در ادامه بازی‌های جام حذفی فوتبال ایتالیا، شب گذشته تیم فوتبال بارسلونا در مقابل سویا رفت که در نتیجه بازی 2-0 بر نفع سویا تمام شد و تیم فوتبال بارسلونا بار دیگر شکست را تجربه کرد و هر دو گل این بازی توسط ژول کاندا در دقیقه 25، ایوان راکتیچ در دقیقه 86 به ثمر رسید. در بازی که شب گذشته در جام حذفی فوتبال فرانسه تیم‌های فوتبال پاریس سن ژرمن به مسافه کان رفت، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن توانست تیم مقابل را با نتیجه 1-0 شکست بدهد و به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کند و تا گل این بازی هم توسط میویزا کین در دقیقه 49 به ثمر رسید. و همچنان در بازی شب گذشته جام حذفی فوتبال ایتالیا تیم فوتبال آتلانتا در مقابل ناپولی رفت که در نتیجه تیم فوتبال آتلانتا توانست تیم ناپولی را با نتیجه 3-1 شکست بدهد و گل‌های تیم آتلانتا توسط دووان ژاپاتا در دقیقه 10 و امیت او پسینا در دقایق 16 و 78 به ثمر رسید و تا گل تیم ناپولی هم توسط ایروینگ لوسانو در دقیقه 53 زده شد. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
مجموع خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا دو بعد بدرود.